بینندگان رادیو و تلویزیون بین‌المللی کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست، به این برنامه هفتگی آخرین ها در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 خوش آمدید. نظام الدین میثاقی هستم و سرافرازم که میهمان این برنامه هفتگی باشم. آخرین یافته ها رو در تاریخ جمعه 25 مهر 1399 مطابق با 16 اکتبر 2020 ضبط کردیم و شنبه برای شما پخش خواهیم کرد. پیش از اینکه به اخبار برسیم، خدمت شما بگم که اگر دوستان فارسی زبانی دارید که دسترسی به مطالب انگلیسی ندارند و فکر میکنید این برنامه براشون مفید هست، اونها رو راهنمایی بکنید که سابسکرایب بکنن، عضو بشن در برنامه کبیر تیوی در یوتیوب و یا اینکه از روش‌های پادکست در اپل پادکست و یا در اسپاتیفای دانشکست رو دنبال بکنن. یکی از زیبایی‌های ایران رو همیشه از در این پیشینه در ویدیو استفاده می‌کنیم که نشون بدیم و امروز از استان مازندران یادی می‌کنیم، مخصوصاً جایی است که از نظر مشکلات ویروس کرونا به دلیل مسافرت و تعطیلات رفتن تهرانی ها بیشتر به اونجا بسیار مشکل کروناش زیاد شده و هموطنان مازندران رو هم به خاطر داریم در این روزهای بحرانی. خب، اخبار آخرین ها در مورد کرونا این هست که تقریبا در تمام دنیا عددها و شمار بیماری های جدید و بیماران جدید رو به افزایش هست. در تهران گزارش میشه که تعداد تخت‌های بخش‌های ICU یا مراقبت‌های ویژه الان اشباع شده و ظرفیت درمانی الان وجود نداره برای بیماران جدید، بسیار مشکل شده. بسیاری از اتاق‌هایی که برای بیماران معمولی هست و نه ICU داره تبدیل میشه به حالت ICU و شمار بیماران روزانه جدید در ایران الان در بالاترین هست در این فاصله 7 الی 8 ماهی که پاندمی شروع شده. الان تعداد کیس‌های جدید در ایران بین 4500 تا 4800 هست و در هفته‌ای که گذشت 3 روزش بالاترین ها رو تهران و ایران به طور کل رکورد زد. این هست که شرایط بحرانی است در بسیاری از استان‌های ایران، تقریبا همشون به حالت رنگ قرمز در آمدن و این یک مشکل چند بعدی است که متاسفانه سوء مدیریت، مشکلات اقتصادی، درصد بالای زیر خط فقر ایرانیان و خالی بودن خزانه دولت از اینکه بتونه کمک بکنه و چرخهای اقتصاد رو بخوابونه، همه دست در دست هم دادند که این مشکلات رو بیشتر بکنن. همینطور بگم که کرونا گرفتن مقداری در ایران حالت تابو پیدا کرده. کسانی هستن که کرونا میگیرن و متاسفانه به خاطر این تابوی اجتماعی دوست ندارن در موردش صحبت بکنن و همونها ممکن هست که به دلیل این فرهنگ باور اشتباه باعث شیوع بیشتر کرونا هم بشن. البته بازگشایی مدارس و همینطور بازگشایی بسیاری از قسمت‌های اقتصاد در ایران هم بی‌تأثیر نیست. خبر دیگر داریم از این که هیچ شواهد علمی نیست، از اینکه مادرانی که اخیراً زایمان کردن و خودشون کووید 19 داشتن، کودکانشون به صورت ورتیکال یا عمودی از اونها در حال زایمان دارن این ویروس رو میگیرن. به نظر میرسه که انتقال ویروس از مادر به فرزند نوزاد بسیار کم هست. برای همین در ژورنال American Medical Association قسمت کودکان
مقاله‌ای در 17 اکتبر چاپ شد که در اون میگفتند که مادران جدید حتماً حتی اگر کووید 19 دارن به شیر دادن به بچه‌هاشون بپردازند و این نوزادان حتما در اون فاصله های کمی که با مادر در تماس هستن ریسک گرفتن کروناشون پایین هست، به شرط اینکه مادر ماسک رو داشته باشه و مقدار تماس فرزند یا نوزاد با مادر محدود باشه. به هر حال این یک خبر خوبی بود. خبر دیگر 16 اکتبر بود که میگفت بهبود یافتگان بیماری کرونا، و یعنی مخصوصا کسایی که مشکل شدیدتر داشتن و بیمارستانی شده بودن، احتمال اینکه پس از مرخص شدن از بیمارستان مشکل لخته خون پیدا بکنن که ممکنه در یکی از رگها، سیاه رگهای جوارح انسان به وجود بیاد و بعد اونها به صورت آمبولی منتقل بشه و به ریه برسه، بسیار پایین هست. این هست که درست هست که کسی که مشکل حاد داره و در بیمارستان هست داروهای ضد انعقاد خون دریافت میکنه به خاطر اینکه ریسکش بالا هست، پس از بهبود یافتن این مشکل خوشبختانه بزرگ نیست و در این داده ها که بودن حدود 140 بیمار که از بخش ICU مرخص شده بودند و به منزل رفته بودند، در بین اونها فقط یک نفر مشکل خون لختگی درش به وجود آمد که بود 9 روز بعد از مرخص شدن بود، و بین 35 نفر که دنبالشون کردند که از قسمت توان بخشی آمده بودند بیرون، هیچ کدومشون مشکل خون لخته ایجاد شدن و بدنشون رو ندیدن. پس کسانی که مشکل رو میگذرونن و بهبودی پیدا میکنن دیگه احتیاجی نیست برای طولانی مدت داروهای ضد انعقاد خون رو مصرف بکنن. خبر دیگر بود که 15 اکتبر درآمد از وزارت دفاع آمریکا که اونها میگفتند که مادامی که در هواپیماها همگی ماسک بذارن و ماسکشون رو اصلا بر ندارن، به دلیل اینکه تهویه هوای داخل هواپیما چندین بار در ساعت هست و هوا تعویض میشه و فیلتر میشه، اتفاقا ریسک گرفتن کرونا در هواپیماها بسیار کم هست و برای همین میگن که اگر حتی در کنار شما، در مجاورت شما کسی با ویروس کرونا نشسته باشه، چون دوز ویروسی که شما باید دریافت بکنید که بیماریزا باشه برای شما از یه حدی بگذره، مقدار زیادی وابستگی به زمان داره. شاید به نظر میرسه بوده 54 ساعت باید این پرواز به طول بیانجامه که شما با این که ماسک دارید این ویروس رو از کسی در مجاورت شما هست بگیرید. خب این خیلی خبر خوبی هست برای کسایی که مثلا برای کارشون باید پرواز زیاد بکنن. در این حال در مورد گذاشتن ماسک و بسیار مراعات کردن این مطالب باید ما بیشتر کوشش بکنیم و جدی بگیریم. البته همه ماسک ها هم با هم معادل نیستن، اینها در شرایط آزمایشگاهی بوده و همه ماسک ها ماسک های جراحی و اونایی که حالت سلایی هست بوده. خبر دیگر در ژورنال American Psychologist یعنی روان پزشک آمریکایی چاپ شده بود که در اون در مورد رفتارها و شاخصهای شخصیتی صحبت می‌کردن و می‌گفتن کسانی که درونگرا هستند رو با کسانی که برونگرا هستند مقایسه کرده بودن از نظر پایبند بودن اونها و مراعات اونها نسبت به این محدودیت ها، فاصله گذاری ها، ماسک گذاری ها و حذر کردن از جمعیت های بزرگ. و همونطور که میتونید حدس بزنید برونگراها احتمال اینکه همه اینها رو دنبال بکنن و رعایت بکنن کمتر است و اونها احتمال اینکه
ویروس رو منتشر بکنن متاسفانه بیشتر هست. برای همین پیش از این هفته قبل گفته بودیم که خانم ها بیشتر رعایت میکنن، آقایون کمتر رعایت میکنن. حالا میتونیم بگیم برونگراها هم مشکل کمتر رعایت کردن دارن. وای به حال روزی که مرد باشیم و برونگرا باشیم. فکر میکنم که این قوانین رو بیشتر خم خواهیم کرد و دور خواهیم زد و متاسفانه هم برای خودمون و هم برای کسانی که عزیزان ما هستن و در مجاورت ما هستن ممکنه که ایجاد مشکل از نظر انتشار ویروس بکنیم. خبر دیگر از دانمارک بود. یک مقاله بلند بالایی بود که 473 هزار بیمار رو در کشورهای مختلف پرونده هاشون رو نگاه کرده بودن و آمده بودن دیده بودن که تعداد کسانی که گروه خونی او دارن مشکل شدید بیماری رو بسیار کمتر میبینن. یعنی این که درصد کسایی که مشکل شدید داشتن که گروه خونی او داشتن نسبت به درصد کسانی که گروه خونی او در جمعیت دارن و کمتر بوده، پس نشون میده که گروه خونی او داشتن ممکنه که مقداری محافظت بکنه از این بیماران. این دلیل نیست که اگر شما گروه خونی او دارید بی‌محابا به آب بزنید و در جمع ها شرکت بکنید و تولد بگیرید و کارهای اجتماعی زیادی بکنید. خیر، گروه خونی اوها هنوز در این گروه حدود 38% بودن و برای همین دلیل نداره که اصلا در معرض نباشن، فقط مقداری ریسکشون پایین تر هست. اینه که باید توجه بشه. در این حال در همون داده ها نوشته شده بود که بیمارانی که گروه A یا گروه AB دارند بیشتر در معرض خطر هستند نسبت به این ویروس، بیشتر باید مراقبت بکنن و اونها 84% بیماران بودن در این گروه، در حالی که فقط 61% جمعیت رو گروه AB و A با هم دیگه تشکیل میدن. به هر حال اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم این هست که گروه خونی O مقداری به نسبت گروه های خونی دیگه محافظت داره. ممکن هست که اون گروه خونی در یک کروموزومی قرار میگیره که در اون یک شاخصهای سیستمهای ایمنی سلولی هست که ممکنه باعث بشه که در اون بیماران اینها با همدیگه ظاهر میشن. خب خبر دیگر بود در 15 اکتبر در مورد اینکه کسانی که بیماری های خود ایمنی یا آتو ایمیون دزیز دارند اونها مقداری ممکنه که ریسک بیماریشون بیشتر باشه در مورد کووید 19. به طور خاص میگفتن که کسایی که بیماری لوپس، شوگرن و همینطور سیستمیک سکلروسیس دارن که من معادل فارسیشو متاسفانه نمیدونم، اونها احتمال اینکه بیمار بشن بیشتر هست نسبت به کسانی که ندارن. این در ژورنال Annals of Rheumatic Diseases چاپ شده بود و خبر جالبی بود. خیلی از این بیمارها به دلیل بیماری خود ایمنی که دارن اتفاقا از داروی استروئید مثل دکسامتازون یا پردنزون استفاده میکنن، اما میبینیم که اون بهشون کمک نمیکنه از این نظر که در معرض ویروس قرار بگیرن و ممکنه که بیماری رو به صورت شدیدتر داشته باشن. این هست که دادن استروئید به بیماران کووید 19 هم یک زمان و مکان خاصی داره، یک شاخصهای بالینی خاصی داره و از نظر اکسیژنیشن یا شاخصهای التهابی اینها باید تصمیم قطعی گرفته بشه که در چه زمانی داده بشه. اگر بیمار در به خاطر بیماری‌های زمینه‌ای مثل مشکلات خود ایمنی که داره از استروئید استفاده می‌کنه، دلیل نمیشه که اون استروئیدها بهش کمک بکنه در مقابله با این ویروس کرونای جدید. یک خبر دیگه که خبر به نسبت خوبی هست و شبیه این خبر رو پیش از این هم داشتیم این هست که FDA که در واقع اون نهاد دولتی آمریکا هست که داروهای جدید رو تایید میکنه برای ورود به بازار، یک سیستم تست کردن جدید رو به نام Saliva Direct رو اینها تایید کردن که اجازه بدن تولید انبوه بشه و همونطور که اسم اون
پیشنهاد میکنه استفادهش از بزاق دهان هست به نسبت اون نمونه برداری که از طریق مخاطب بینی و فارینکس در واقع گرفته میشد. و خب این از نظر اینکه بسیار راحت تر هست نمونه برداری و اینکه دقت و حساسیت این تست معادل هست با تست های دیگه از نظر PCR یا Polymerase Chain Reaction که در واقع تکنیکی هست که شما مواد ژنتیکی ویروس رو بتونید در نظر بگیرید و تشخیص و شناسایی بکنید، خب خیلی راحت تر هست. کسانی هستند که شاید کمتر مبادرت به تست شدن بکنن به خاطر اینکه خود تست براشون دردناک هست و همینطور کسانی بودن که خونریزی های بینی داشتن و یک کیس خیلی نادری بوده که بعد از اینکه سعی کردن از طریق بینی از او نمونه برداری بکنن ایشون آب نخاعش در آمده بوده، معلوم بوده که بسیار فشار دادن و ممکنه ایشون یک مشکل آناتومیک هم داشته و مشکلش به مطب دکترهای جراح مغز و اعصاب رسیده. به هر حال این یک خبر خوبی بود که از طریق بزاق دهان هم بشه تست رو به صورت با دقت و حساسیت انجام داد. یک خبری بود، این البته بسیار نادر هست ولی این رو میتونیم اضافه بکنیم به مشکلاتی که در مورد کرونا ما میتونیم ببینیم و اون این بود که در انگلیس مردی 45 ساله که مبتلا به کرونا بود و بیمارستانی شده بود شنوایی خودش رو از دست داد. هنوز نمیدونیم که آیا ایشون شنواییش رو دوباره به دست آورده یا نه. پیش از این در مورد از دست دادن حس بویایی و چشایی صحبت کرده بودیم اما در مورد شنوایی خبری ندیده بودیم. این هم میتونیم اضافه بکنیم به اتفاقاتی که میتونه این ویروس در واقع ایجاد بکنه. پیش از این هم گفته بودیم که سیستم عصبی ایمن نیست نسبت به این ویروس. این یک ویروس نورو انویسیف هست و میتونه به بافت‌های عصبی هم از مغز و نخاع حمله بکنه و خب عصب‌های شنوایی هم جزی از اون سیستم هستند و قاعدتاً مستثنا نیستند. و این خبر هم 13 اکتبر در ژورنال بریتیش مدیکال ژورنال چاپ شده بود. خبر دیگر در مورد این بود که ما مقداری کمبود پزشک پیدا کردیم. در ایران که به طور خاص پیش از این صحبت کرده بودم که بسیاری از پزشکانی که به خصوص در بخش ریه و آی سی یو کار میکنن از دست رفتند و همینطور در این داده خاص دارن میگن که مشکلات یکی به خاطر این بوده که پزشکانی که نزدیک به بازنشستگی بودن خودشون زودتر بازنشسته کردن، پزشکان دیگه هستند که به خاطر مشکلات اقتصادی که کووید 19 این پاندمی براشون ایجاد کرده به صورت دائم مطب‌هاشون رو بستن. الان در آمریکا میگن که حدود 8% پزشکان به نظر میرسه در این دوران پاندمیک مطب‌ها رو بستن و حدود 4% دیگه از کسانی که نظرسنجی شدن گفتن که در 12 آینده احتمالاً مطبشون رو خواهند بست. این در نظرسنجی بوده که 3000 پزشک رو ازشون این پرسش پاسخ‌ها رو کردن و این مضاف بر این هست که ما بسیاری از پزشکان و کادر درمانی رو هم به خاطر خود بیماری از دست دادیم و من فکر می‌کنم که ما ممکنه که با یک مشکل کمبود بحرانی پزشک به طور خاص در آمریکا و در احسن نقاط دنیا مواجه باشیم به زودی. خبر دیگر رو در American Journal of Obstetrics و Gynecology پیدا کردم که در واقع ژورنال اصلی زنان و زایمان در آمریکا هست که در اون میگفتند که احتمال این که مادری که بیماری کووید 19 رو داشته باشه و حامله هست، باردار هست، در 1/3 اول حاملگی، در واقع ترایمستر اول حاملگی ریسک زایمان زودرس داشته باشه یا از دست دادن اون نوزاد یا جنین باشه تقریبا هیچ فرقی با کسی که بیماری کووید 19 رو داره
نمی‌کنه. در واقع در آخرین ترایمستر، یعنی در ثلث آخر حاملگی هست که به نظر میرسه احتمال زودرس بودن اون نوزاد بالا خواهد رفت، ولی در اون ثلث اول حاملگی به نظر نمیرسه که این مشکل خاصی باشه و مشکل خاصی برای اون نوزاد در آینده ایجاد بکنه بر اساس اطلاعاتی که امروز داریم. خبر دیگر این هست که بسیاری از دوستان که این بیماری رو میگیرن همیشه سوال میکنن که ما کی میتونیم بازگردیم به محل کارمون و کی میتونیم دوباره با دیگران، حتی با اعضای خانوادهمون سر یک میز بشینیم، غذا بخوریم. از کی به بعد ما دیگه واگیردار نیستیم نسبت به کسانی که با ما هستن؟ خب این در واقع در ژورنال اینفکشن چاپ شده بود و میگفت که کسانی که 10 روز از آغاز عوارضشون گذشته و حداقل 24 ساعت هست که بدون استفاده از داروهای تبر تب هم ندارند، اونها دیگه واگیردار حساب نمیشن و بیماریشون مسری به دیگران نیست. شما اگر این بیماران رو به طور خاص برید و تست ویروس بکنید، بسیاریشون ممکنه هنوز مثبت در بیان، ولی دلیل نداره که اون ویروس هایی که از بدن اونها منتشر میشه به طور خاص فعال باشن. ممکنه ویروس های مرده و یا در حال مرگ باشن و تضعیف شده باشن و اونا اصولا به نظر نمیرسه که مشکل بزرگی از نظر اپیدمیولوژی ایجاد بکنن. پس لازم نیست که دوباره تست بشید که تصمیم بگیرید آیا به محل کار یا به آغوش گرم خانواده میتونید بازگردید. تنها چیزی که مهم هست اینه که حداقل 10 روز گذشته باشه و حداقل 24 ساعت بدون استفاده از داروهای تبر شما بدون تب باشید. خب خبر دیگه، این خبر به نظر سخت میاد هضمش، ولی این فقط بیشتر ارزش علمی داره به نظر من، که در استرالیا در یک لابراتواری به نام CSIRO اونها آمده بودن در شرایط آزمایشگاهی در درجه حرارت 68 درجه در جاهایی که نان پورس بوده، یعنی در جاهایی که مثل شیشه یا مثل فولاد یا ستیل بوده، اونها آمدن و اندازه‌گیری کردن که ویروس تا چقدر میتونه فعال بمونه و اینها آمدن دیدن که تا حدود 28 روز هنوز ویروس فعال رو میتونن پیدا بکنن. و اگر شما همین رو در مورد ویروس آنفلوانزا بخواید اجرا بکنید، اون در حدود 11 روز میتونه فعال بمونه. البته این رو بگم که تعداد اون ویروس ها که در اون سطح شیشه‌ای یا فلزی ممکنه باشن، ممکنه انقدر نباشن که بیماریزا باشن، ولی از نظر کنجکاوی علمی جالب هست که بعد 28 روز هنوز ویروس میتونه فعال باشه روی اون سطح شیشه. خب چیزی که شبیه شیشه هست که ما همیشه در دست داریم و باهاش کار میکنیم، تلفن هامون هست. اینی که به نظر من باید توجه بکنیم که تلفن هامون رو هم سانیتایز بکنیم، به خصوص اگر در دستان دیگران میدیم که از ما عکسی بگیرن یا روی تلفن ما کار بکنن یا جستجویی بکنن و بعد به ما بدن. این است که توجه بکنید که ویروس در سطح تلفن که حالت شیشه داره میتونه مدت ها فعال بمونه. خبر دیگه در ژورنال ساینس بود. کمپانی ریجنران که در واقع یک آنتیبادی های خاصی تولید میکنه که بتونن این آنتیبادی ها مقابله بکنن با ویروس کرونا، که هنوز هم در دست آزمایش هست و وقتی که پرزیدنت ترامپ بیمار شد و ایشون رو به بیمارستان والتر رید بردن، در اونجا این داروی آزمایشی رو به ایشون هم دادند، نشون دادند که در میمون‌های ریسس اینها به طور کامل میتونه پیشگیری بکنه. این میمون‌ها رو بهشون این آنتیبادی رو دادن و بعد اونها رو در معرض ویروس قرار
دادن و نشون دادن که اونها بیمار نشدن. و در این حال نه تنها برای پیشگیری میشه از این دارو به طور خاص استفاده کرد، که این دارو رو به اختصار بهش میگن REGN-CoV-2 که مال شرکت ریجنران هست، همینطور برای درمان هم میشه ازش استفاده کرد، به صورتی که کسانی که بیمار شدن رو اگر شما بهشون بدید احتمال این که بیماری شدیدتر بگیرن کمتر هست و زودتر بهبودی رو تجربه خواهند کرد. این رو در هم میمون‌های ریسس و هم در همسترها که یک جور خزنده هستند در واقع از خانواده موش امتحان کردند و موفق شدند. خبر دیگه خبری است که پیش از این هم در موردش صحبت کرده بودیم، اما جای داره که یک بار دیگه تأکید بکنم روش، که در ژورنال اینترنال مدیسین، پزشکی داخلی، طب داخلی صحبت میکردن و میگفتن که بیمارانی که داروهای ضد اسید از خانواده پروتون پامپ انهیبیتور که در واقع اینها مثل داروهای از قبیل پرایلوسک یا اومپرازول یا اسومپرازول یا پنتوپرازول یا لنسوپرازول هستن و تعدادشون زیاد هست و همش با رازول تمام میشه با عنوان پسوند، اینها مقداری ریسک اینفکشن ها یا عفونت های ثانوی رو دارن و همینطور ریسک ARDS که در واقع یک مشکل التهابی بزرگ و حاد در ریه هست رو بیشتر دارن نسبت به بیماران دیگر. این هست که الان کسانی که مشکل اسید دارن رو اینها باید با پزشکانشون مشورت بکنن. اگر از این داروها استفاده میکنن شاید شایسته باشه که به داروهای دیگر از قبیل H2 بلاکرها مثل زنتک یا پپسید یا فاموتیدین مراجعه بکنن و شاید بهتر باشه که این داروها در شرط پاندمیک استفاده ازشون کمتر باشه تا اونجایی که مقدور هست. ما در مورد بسیاری از بیماری‌های زمینه‌ای صحبت کردیم که بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، فشار خون و چاقی ستای بزرگ بودن. پس از اون بیماری‌های زمینه‌ای دیگر رو هم در موردش صحبت کردیم، مثل مشکلات کبدی، مشکلات کلیوی و کسانی که حتی مشکل آلزایمر دارن که میتونن اونها بیشتر در معرض قرار بگیرن. خبر دیگری که رسید در ژورنال Sleep and Breathing، خواب و تنفس، اونها گفتن که بیمارانی که Obstructive Sleep اپنیا دارن، یعنی مشکل آپنه دارن، بسیاری از این بیماران وقتی که میخوابن باید از ماسک های خاصی استفاده بکنن که تنفسشون درش اختلالی ایجاد نشه. میگن که این بیماران تا حدود 9 خیلی عذر بخوام تا حدود 8 برابر ریسک مشکل کرونا رو گرفتن و شدید گرفتنش رو دارن نسبت به کسانی که همسال خودشون هستن اما این مشکل سلیپ اپنیا رو ندارن. و اینها این خیلی مهم هست به خاطر اینکه بیمارانی که این مشکل رو دارن اگر از ماسکشون در شبها استفاده نمی کنن ممکن هست حتی که ریسکشون بالاتر بشه، اگر استفاده می کنن ریسکشون رو می تونن مقداری کاهش بدن. پس مراعات درمان این مشکل آپنه یا اپنیا برای این بیماران بسیار حیاتی هست و به نظر می رسه کسانی که استفاده نمی کنن این مشکل سلیپ اپنیا رو دارن، به خصوص کسانی که بدون درمان این مشکل رو دارن، اونها در بدنشون گیرنده های ACE2 ریسپتور در واقع میگن که روشی هست که از اون طریق این ویروس وارد بافت بدن ما میشه، در اونها اپرگولیت میشه، یعنی تعدادش بیشتر هست و شاید به این دلیل هست که اونها بیشتر در معرض قرار گرفتن. خبر دیگر هم که داریم این هست که کسانی که بیمار شدن و از بیماری جستن و بهبودی پیدا کردن، اینها تا حداقل 3 ماه اکثریتشون هنوز در بدنشون آنتیبادی حضور داره و این رو ما میتونیم به عنوان یک شاخصی برای اینکه کی اخیراً مبتلا به ویروس شده یا نشده استفاده بکنیم
و وقتی این کارو میکنیم این از نظر اپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی به ما کمک میکنه. این در ژورنال ساینس ایمیونولوژی چاپ شده بود و فکر کردم خبر جالبی هست از نظر اینکه بتونیم کانتکت تریسینگ بکنیم و ببینیم که در جمعیت ها بیماری چگونه در حال انتشار است. این خبرهایی بود که در هفته گذشته من جمع آوری کرده بودم که برای شما بنویسم. اگر اجازه بدید من نگاه بکنم سوالهایی که برای من از طریق کبیر فرستاده شد. یک صحبت کوتاهی گفتن که در مورد ایمنی گروهی یا مسئولیت جمعی بکنم. مسئولیت جمعی یک پدیده هست که اگر شما از یک بیمار شروع بکنید فکر کردن که کسی که فرض بفرمایید به بیماری کووید 19 مبتلا هست، در مجاورت ایشون کسانی هستند که اونها هم ممکنه که به این بیماری مبتلا بشن و اونها میشن میزبانهای جدید این ویروس. خب اگر که ما کسانی رو داشته باشیم که در مجاورت این شخص هستن که اونها ایمن هستن نسبت به این ویروس، این ویروس نمیتونه میزبان جدید پیدا بکنه. پس بعد از اینکه این شخص اول ایمنی پیدا کرد، این ویروس از بین میره در اون جمعیت کوچیک. حالا در حد کلان اگر ما بهش بیاندیشیم، ایمنی گروهی یا مسئولیت جمعی یا هرد ایمیونیتی که به انگلیسی گفته میشه این هست که اگر از یک درصد بحرانی بگذاریم که تعداد انسان‌ها در یک جمعیتی ایمن باشند، احتمال اینکه این ویروس به راحتی بتونه میزبان‌های جدیدی پیدا بکنه و در جمعیت انتشار بکنه کمتر و کمتر خواهد شد. پس خودش منحنی خودش رو خم خواهد کرد. حالا چگونه بهش برسیم؟ بهترین راه دستیابی به ایمنی گروهی واکسیناسیون هست. وقتی که شما جمعیتی رو، انبوهی رو واکسینای میکنید، اون وقت همه اونها میتونن میزبانهایی باشند که راه رو برای ویروس مسدود میکنن. برای همین ویروس به راحتی نمیتونه در اون جمعیت منتشر بشه. و خب خیلی جالب هست، برای اینکه ممکنه یک درصدی از اون جمع هنوز ایمن نباشن، ولی اگه تعداد کسانی که ایمن هستن از یک حد بحرانی بگذره، احتمال اینکه این ویروس در معرض اونها قرار بگیره و به راحتی حرکت بکنه کمتر و کمتر خواهد شد. خب روش دیگر فکر کردن به اینه که آیا ما میتونیم همینطور اجازه بدیم که ویروس بی‌محابا و افسار گسیخته در جمعیت ها حضور پیدا بکنه؟ به هر حال یه مقداری انسان ها ممکن از بین برن، ولی انسان های دیگری که بهبود میابن ایمن میشن و اونها ممکنه که ایمنی گروهی رو برای ما بیارن. اصولا پدیده ایمنی گروهی رو ما در بستر واکسیناسیون در موردش صحبت میکنیم. بله درسته که به هر حال پاندمی ها حتی در غیاب واکسیناسیون از بین خواهند رفت. پاندمی 1918 که تا 1920 به طول انجامید در واقع یک مثال بارزش هست. در اون زمان اصلا نه کسی میدونست ویروس چیه، نه اینکه واکسیناسیونی برای بیماری های ویروسی وجود داشت، اما دیدیم که اون هم از بین رفت. ولی خب از بین رفتنش هزینه انسانی بسیار بزرگی داشت، بسیار طول کشید و همینطور هزینه اقتصادی بسیار بزرگی داشت. یعنی در تمام دنیا تخمین زده میشه که بیش از 50 میلیون از بین رفتند. خب در شرایط کنونی که ما علم و دانش تولید واکسن رو داریم و میتونیم که ایمنی رو خیلی سریعتر از طریق واکسن انتشار بدیم تا اون مشکلی که بیش از 2 سال به طول انجامید در مورد آنفلوانزای اسپانیولی، به ما نشون میده که روش اجازه انتشار ویروس بدون هیچ گونه فاصله گذاری در واقع غیر اخلاقی است، هزینه انسانی و اقتصادیش بسیار بالاست و روش قرن 21 نیست. من در این مورد در ایران اینترنشنال هم صحبت کردم و فکر کردم که شایسته هست که بار دیگر این مسئله رو مطرح بکنم. در این حال این رو هم بگیم، الان تخمین این هست که در تمام دنیا فقط 10% مبتلا شدن به این ویروس و
تا ما بخوایم صبر بکنیم که از اون درصد بحرانی بگذاریم که ممکنه 70 الی 80 درصد باشه، باید در نظر بگیریم که هزینه انسانی چقدر بالا خواهد بود. سپاسگزارم از شما که این نیم ساعت رو با من بودید و به این برنامه گوش فرا دادید. خواهش بکنم که این برنامه رو با عزیزانتون سهیم باشید و در صفحات اجتماعیتون، شبکه‌های اجتماعی همخوان بکنید که دیگران هم بتونن از این برنامه بهره ببرن. تا هفته دیگر با آرزوی سلامتی شما رو به خدا میسپارم. روزتون خوش.